زمانی که کوروش امپراتوری لیدی رو فتح کرد و وارد پایتخت اون شهر سارت شد، با سکه های طلا برخورد کرد. لیدی اولین امپراتوری بود که سکه طلا رو به عنوان پول در سرزمین های خودش رایج کرده بود. سکه هایی از جنس طلا و نقره با نقش شیر و به نام کروزوس پادشاه لیدی. کوروش ضرب سکه های لیدی رو ادامه داد و استفاده از اون رو در تمام سرزمین های حکومت خودش رواج داد. پادشاهی بزرگ هخامنشی هنوز سکه‌ای به نام خودش نداشت تا زمانی که داریوش بزرگ بر تخت نشست و دستور ضرب سکه هایی رو داد که نشانه امپراتوری اون باشه: دریک طلا و سیگل نقره. سکه هایی با طرح‌های یکسان که جنگاوری کماندار و نیزه به دست رو نشون میداد. این نقش با تفاوت‌های کمی مثل اضافه شدن یک تیرکش بر پشت کماندار یا تغییر اندازه و صورت جنگاور در تمام دوره هخامنشی ضرب می‌شد. سکه های هخامنشی تنها در یک طرف نقش داشتند و در طرف دیگه اونها فرو رفتگی هایی با اشکال مختلف دیده می‌شد که این فرو رفتگی ها اثر سنبه‌ای بود که با ضرب چکش روی فلز طلا یا نقره وارد می شد تا این فلز روی قالب زیرش پهن و نقش اون قالب روی سکه حک بشه. بعدها با حکاکی روی سنبه ها و ساخت دستگاهی پیشرفته تر، سکه های ضرب شد که هر دو روی اونها نقش داشتن. سیگل نقره بیشترین استفاده را در معاملات داشت و بر اساس الواح گلی هخامنشی که در خزانه تخت جمشید پیدا شده، میدونیم که حقوق کارگران این بنا با این سکه ها پرداخت میشد. اما دریک طلا که هر کدومش 20 سیگل ارزش داشته، احتمالاً تنها برای پرداخت مواجب مستخدمان حکومت به کار میرفته. گزنفون مورخ یونانی میگه یک سرباز یا مزدور در ماه یک دریک حقوق میگرفت که با اون میتونه 350 تا 450 کیلو گندم بخره. دریک از با ارزشترین سکه های باستان است. سکه با 8.4 گرم وزن از طلای خالص، میزان خلوص و وزن اون با دقت محاسبه میشد. این سکه با سیگل نقره معیار پول در زمان هخامنشیان بود، اما برخی ساتراپ ها مثل مصر و سوریه و لیدی که آزادی بیشتری در امور خودشون داشتن، میتونستن سکه های خودشون رو هم ضرب کنن. بعد از انقراض سلسله هخامنشی، ضرب دریک و سیگل به مرور زمان متوقف شد و سکه های تازه‌ای از سلوکیان رونق گرفتند. خیلی ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. لایک و کامنت فراموش نشه. خدا نگهدار.